بنام خداوند توانا سلام خدمت شما های عزیز و دوستان برنامه بیبین و بپس امید است که جور صحتمند باشین هر کجایی که هستین زندگی خوب خوش را سپاری بکنین و همیشه شاد و خندان باشین بارزو همین روز و عزیز برنامه امروز خدا ما آغاز میکنیم در این برنامه هم ماهی داریم دوستان کسایی که فرمایش ماهی را از ما داده بدن یعنی کرده بدن که باید در برنامه آماده کنیم پکوری ماهی دوستان عزیز خب بیاین مواد لازمه رو معرفی میکنم دو سایز هست ببینین مایی که ماهی سفید یعنی بدون خار دو سایز که در بازار پیدا میشه 800 گرم آرد ترمیده یک و نیم گلاس دو سایزی استفاده میکنیم آب لیمو دو قاشق نمک مقدار لازم پودر سیر دو سایزی دو قاشق چایخوری البته تخم گشنیز یک قاشق دوست عزیز بکن پودر همچنان یک قاشق استفاده میکنیم زرچوبه یک قاشق مرچ سرخ یک قاشق مرچ سیاه به مقدار لازم دو عدد از تخم مرغ استفاده میکنیم و تقریبا یک گلاس یا کنیم گلاس دو شیر هم میتونین که استفاده بکنین مزهش خوبتر میسازه تا به حال شما اگر دوست عزیز ماهی سرخ شده داخل روغن خوردین به که یک بار پکوری ماهی را هم دوست عزیز که داخل روغن سرخ میشه مزیش یعنی تست کنین ولی متوجه باشین که ماهی خوردار نکنین به خاطر که امکان داره امو خار یا های از او داخل گوشش باشه ولی شما میتونین که ماهی بدون خار دوست عزیز از بازار خریداری بکنین به فاینس ها یا فروشگاه یا سوپرمارکت ها به شکل یخ زده داخل پلاستیک ها یعنی بسته بندی شده شما میتونین به بسیار راحتی ایره را به دسترس خود قرار بتین و غذاهای خوب و خوشمزه ازش استفاده بکنین خب در ابتدا دوست عزیز ما میخوایم که گوشت ماهی را البته خرد خرد کنیم اول میخواییم میره اخته بکنیم تا زمانی که ما مواد پکوری شما آماده میکنیم یک اندازه تست زایقی خوبتر به خود بگیره زمانی که یک خزی باز میشه دوستای عزیز شما کوشش کنین که به یک جالک یا چلوصاف ایره قرار بتین تا که دوستا کاملا آبش دور شوه خب ما ماهی را به شکل یک بند کلک دوست عزیز به این شکل خرد خرد می سازیم شه ریزش می کاملا یعنی دوستا آبش رفته یعنی موهی خشک است آمادی از است که دوستا فقط آب لیمو رو به خود بگیره دیگه خب ما هم به شکل بله چربی که دارم کاملا دورش می سازیم به خاطر که بدمزه مزه می سازه دوستا ما او ازش دور می سازیم خب مایا را دوستا به می شکل ریزش کردیم شما هم زمانی که اگر خواستین نزی موهی پکوری ماهی آماده کنین اول دوست عزیز سوره بخواهیم که اخته بخونین خب با هاب لیمو دو سا اضافه کردیم یک مقدار نمک و همچنان دوست عزیز به هندازه یک قاشق از پودر سیر داخل ماهی یعنی بالای ماهی اضافه میکنیم و, و ایره خوب دوستا اختیش میکنیم تا کاملا مزه لیمو و سیر به خود بگیره میتونین از سیر تازه هم استفاده بکنین اگر پودر سیر به دسترس شما قرار نداشت خب ما این رو خود عزیز اخته کردیم حالا سر باش که دوستای خودم آبکش کنیم و خب گفتیم حالا میریم سر مساله پکاوریش باید پکاوریش آماده کنیم شما دوست عزیز از برنامه بیبین و پس دیدین که انواع اقسام ها ما آماده کردم از ترکاری باب و همچنان تا از گوشت و مرخ هم دوست عزیز فکر میکنم آماده کردیم ولی از مایی آماده نکردیم هی بار دوست عزیز ببینین و لذت ببرین از پکاوری ماهی که امروز در برنامه برای شما آماده میکنیم خب دو عدد تخم مرغ در نخست دوست عزیز داخل یک ظرف جداگانه مشکنانیم مرچ سیا هم اضافه می کنیم. پودر سیر باقی موندهش را دو عزیز اضافه می کنیم تخم گشنیز و بیکن پودر یا پودر کیک دو عزیز اضافه می مرچ سرخ و زرچوبه را همچنان دو عزیز اضافه کردیم یک مقدار نمک هم داخلش اضافه میکنیم. خب مواد خوب با هم مکس میکنیم تا کاملا دوست عزیز با تخم مرغ مسالجات خوشگله که استفاده کردیم کاملا باید خوب مکس شوه به این شکل خب اگر شیر اضافه نکردین دوستان شما میتونین از آب هم استفاده بکنیم یعنی که تمشه خوب تر می سازه آل شیر اضافه می کنیم دوستا کاملا باید مسالجات با شیر مخلوط شود خب به بغلای دیش مسالجات مانده ای را با توسط قاشق به شکل خوب هست بغلای دیش جدایش میکنیم دوستا عزیز تا که خوب مکس شو و مزی خوبتر را داشته باشه خب حجزای دل آرد اضافه میکنیم آرد هم همراهش مکس میکنیم تا زمانی که آرد میکس مکس میکنیم دوستا عزیز وقفی کوتاه و در ادامه با شما میباشیم مواد لازم پکوری ماهی گوشت ماهی 800 گرم پودر سیر دو قاشق تخم مرغ دو بیزه آرد گندم یک گیلاس زرد چوبه یک قاشق مرچ سرخ یک قاشق بکن پودر یک قاشق تخم گشنیز یک قاشق شیر یک و نیم گیلاز. آب لیمو دو قاشق مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن به مقدار لازم بایدامی برنامه خوش آمدین خب دو سایزی تمام مواد جور کردیم غلیزی باید به ای اندازه باید باشه نه بسیار آبگین باشه نه بسیار غلیز باشه فقط زمانی که کلک خود تماس میتیم یا زمانی که ماهی داخل مواد مساله یعنی پکوره میزنیم باید مساله را به خود بگیره فقط غلیزیش به اون اندازه درست است به ای اندازه دو سایزی خب ما هم دو سایزی حرارت روشن میکنم و یک مقدار روغن داخل کرایی اضافه میکنیم و و میگذاریم که آیستا روغن داغ داخت شود تا زمانی که بله خب یک جالک دو سایزی انتخاب کردیم برای بعد از پخته شدن ماهی یا پکوری ماهی دوستا و این و دید این است که ما ماهی با لیمو نمک و پودر سیر اخته کردیم و شما میتونید که اخته کردن خود ماهی با سیر ثابت یا سیر تازه یعنی بعد از مایده کردن یا داخل آونگ یا با پشت کارت ماهی را میتونید اخته بکنید ولی از پودرش میتونید دو است که داخل مواد پکاور استفاده کنید مزیش بسیار خوبتر میسازه اگر از تازه استفاده بکنین بهش فقط فکر نکنید مقدر بوی طعم بده اگر دیر بانی شاید مواد خود با او کیفیتی که در ابتدا می‌خواستین پسان نداشته باشه از این لحاظ به نظر ما بس پودر سیر داخل مواد پکوره استفاده کنین خوب میشه و اگر ماهی را با سیر تازه هم اخته بکنین فرق نمیکنه چرا که اینجا ما مواد پکوره که آماده کردیم پودر سیر داخلش اضافه کردیم و این با ماهی یعنی ماهی با خود میگیره و مزی خود خوبتر میسازه و همچنان لیمو گفتیم اگر لیمو نداشتین دوستای عزیز شما میتونین که از سرکه هم اگر دارین میتونین که استفاده بکنین خب ببینیم که روغن داغ شده یا نه خب هنوز نه به او اندازه که ما میخواییم روغن داغ نشده و یک چه باید یادوار شدم که روغن به او حد یا به او اندازه داغ نشه که کاملا دود روغن بالا شود روغن به اندازه باشه که زمانی که ما پکورای را داخل روغن اضافه میکنیم و فقط به مو آیسته است در جوش یا در سرخ شدن شود دیگه نیاز نیست به که دودش مکمل بالا شوه به خاطر از اینکه مغز امکان داره مغز پکوره خام بانه یا گوشت که از گوشت کاماده میکنین گوشتش خام باشه شما میتونین از مرغ هم دوست عزیز استفاده بکنین ولی ما مویر انتخاب کردم به خاطر که فصلش است هوا سرد است و مزاج گرم داره شما میتونید در زمستان از ماهی زیادتر استفاده بکنیم و ویتامین هایی که در ماهی نفته است امکان امکان ام از صد درصد میره که ما باید دو سه عزیز سال یک بار لداقل هم فصلش که می باشه بتونیم دو فصلش چندین بار اگر نتونستیم یک بار لداقل باید از گوشت ماهی استفاده بکنیم خب فکر میکنم که این یعنی که روغنم داغ شده و ما سعی گوشت از این به ای شکل دوست عزیز میگیریم و, و به شکل بله. بسیار بر راحتی دو عزیز بسیار ساده خب یک چیز باید یادوار شم که حتمی نیست که باید دوستا گوشت به این شکل دراز دراز ریزش بکنین اگر به شکل چارکنج هم ریزش میکردین فرق نمیکنه بستگی به خودتان داره یعنی به هر شکلی که خواسته باشین شما گوشت میتونین که ریزه بکنین و یک چیز دیگه هم باید یادآور شم گفتم گوشت ماهی یعنی یه دیگه فرض سنت نیست که باید ماهی باشه ولی شما میتونین از گوشت مرغ هم استفاده بکنین گفتیم به خاطر نظر به فصلش رو ما ماهی انتخاب کردم ببینین زمانی که گوشت ما داخل روغن اضافه میکنیم بعد از یک مدت کوتاه دوست عزیز آیستا آیستا گوشت خود بالای روغن میه یعنی از پایین خود جدا میکنم و آیستا آیستا رو به سرخ شدن میشه خب و این ماهی دوست عزیز بسیار از زود پز است یعنی زود پخته میشه نیاز به حرارت زیاد نداره و مقدار کم کم داخل به نظر ما اگر بندازین خوبتر است حرارت شم گفتیم نسبتا نه بسیار کم نه بسیار زیاد میمانیم دوستا به خاطر از اینکه مطمئن شویم تا مغز ماهی پخته شده از این لحاظ ای کم توجه باید سر حرارتشان داشته باشیم خب اگر شما دوستا از جالک یا از دوستا چلاسوف استفاده کرده یا ندارین در دسترس خود شما میتونین که از کاغذ توشی پیپر یا نپکن دوست عزیز میتونین که بروی بر بشقاب قرار بتین و زمانی که مواد, مواد یا پکوره دوست عزیز سر شد شما میتونین که بکشین و روی امو کاغذ قرار بتین شد اخبار خواست خانه یا کاغذ صفحه دوست همون پاک باشه صحی باشه استفاده کنین و بانین که روغنش جذب بکنه خب های سای سپک هم دوست عزیز خود از سرخ می سازه و شما می تانین با یک ساس کیچپ ایرن روش جان بکنیم خب از زرچوبه دوست عزیز گفتیم به خاطرش که استفاده کردیم به خاطر از اینکه یک, یک اندازه بسیار کم تعمش خوب می ولی رنگ بسیار خوبه یعنی در قسمت رنگش نقش مهم را بازی میکنه که رنگش یک کمک زرچوبایی یا زرد یا اصلی بگویم دوستا یا رواشی بگوییم بگویم میسازم و از لحاظ استفاده کردیم و شما دوستای عزیز میتونین که از زرچوبه و اگر زرچوبه نباشه از رنگ شیرین استفاده بکنه خب هیزای دل مایی هم مقدار را که داخل روغن اضافه کردیم آیسای دولت دالت سرخ شدن است و به بی شکل رنگ حسلی تیز هر حر... یعنی که به خود گرفت پخته است دیگه همه گیشه پخته کنین و گفتیم با احساس خوشمزه نوش جان کنین تا زمانی که ما همیشه آماده میکنیم دوست یک بار میریم مواد لازمه را میبینیم و در ادامه برنامه با ما باشیم مواد لازم پکوری ماهی گوشت ماهی 800 گرم پودر سیر دو قاشق تخم مرغ دو بیزه آرد گندم یک گیلاس زرد چوبه یک قاشق مرچ سرخ یک قاشق بکین پودر یک قاشق تخم گشنیز یک قاشق شیر یک و نیم گیلاز. آب لیمو دو قاشق مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم روغن به مقدار لازم خب دوستای عزیز بازم خوش آمدین به ادامه بر برنامه و تشکری میکنم باز هم از که تایدم با ما همراه بودین و بر برنامه ما بودین و زنده و سلامت باشین خدا کنه ماهی امروز که دوستای عزیز پکوری ماهی بود ما براتون آماده کردم خوش شما حجزا آماده باشه ببینین که ماهی کاملا دوستای عزیز داخل مواد پوت است ولی واقعا فوقلاده مزدار است شما هم اگر یک بار آماده کنین مطمئن هستم دیگه خوشتان می و پشت ماهی بریان یا ماهی سرخ شده اصلا دیگه گرچه خب این ما یعنی صد فیصد فیتر گفته نمیتونم ولی هر مواد یا گوشت باشه یا غذا باشه مزه خود داره دوستا این مزه خود داره و او ماهی مزه خود داره ولی این هم زیاد واقعا مزه داره خب از دل ما هم یک بشقاب به تزین کردم برایش هست لیمو و مرچ دلمه که داخلش گل ساختیم و کیچپ اضافه کردیم خب یک مقدار از ماهی دوست عزیز پکوری ماهی دیگه برای بشقاب میچینیم بسیار عمیتور. رنگ بسیار خوب دوستا همین که گفتیم زرچوبه ما استفاده کردیم به خاطر رنگ خوبتر را به خود بگیره از این لحاظ ما از زرچوبه استفاده کردیم خب یکی دیگه هم اینجا میمونم دیگه کارش دیگه دوست عزیز تمام است و خب ما هم دستکش ها را میکشم و دستای خودم یک بار آبکش میکنیم زنده و سلامت باشین دوستا فصل ماهی است و شما هم میتونین به گناه های مختلف از ماهی غذاهای بسیار خوب و مزدار آماده کنین و نوش جان بکنین خب هیزای دل میریم به طرف میز یعنی صرف غذا میز صرف غذا بله خب تشکر از کسایی که پیام گذاشته بودن و یام چنان دوست تماس گرفته بودند خواهش به ماهی از ما کرده بودند خدا کنه برنامه را دیده باشند و, و مشکلاتی که در قسمت طرز تایی ماهی داشتن یعنی پکوری ماهی مشکلاتشان حل شده باشه و به این قسم دوست عزیز شما میتونین که از مرغ هم پکور از گوشت مرغ یعنی سینه مرغ پکور آماده کنین از کچولو هم میتونید دوستا مواد شوی میشه آماده کنین از بادنجان سیاه میتونین آماده کنین از پالک میتونین که ما هم آماده کرده بودیم در برنامه یعنی به میشکل شکل دوستا عزیز آماده کرده میتونین خب پیامی که از دوستا به ما رسیده دوستا عزیز صدف جان از خیرخانه خواهش پختن پکوری ماهی را کردن و خواهش کردن که هر چیز زودتر برای ما در برنامه بگیرید ان برنامه را دیده باشی صدف جان و همچنان سفورا از بامیان یعنی همچنان بسیار تعریف توصیف کردن از برنامه از یعنی طرز پخت هاشپز یا مجری دیگه که خودم هستم بسیار تعریف توصیف کردن زنده و سلامت باشین و اینا هم پکوری ماهی از ما خواستن که خوشبختانه امروز در برنامه آماده کردیم برادر بسیار خوب ما مصطفی جان از کانادا هم ضمن سلام و تعریف توصیف از برنامه پختن پکوری ماهی از ما کردن و همچنان ویده جان از غزنی خب یکی از علاقمندای سرسخت برنامه ما هستن که خواهش آماده کردن ماهی را کردن زنده و سلامت باشین شما حجزایی که پیام گذاشتین و یا تماس گرفتین باز هم دو سایسیست منتظر پیام های خوب شما عزیزا هستم در برنامه و میخوایم که یک بار دیگه هم دوست عزیز وقت داریم و مواد شا بگویم شه که گوشت ماهی دوست عزیز که 800 گرام بود یک کنیم گلاس بود دیگه پودر سیر بود دوست عزیز مرچ سیاه بود مرچ سرخ بود زرچوبه بود یعنی بندوسی یک یک قاشق و همچنان بیکن پودر تخم گشنیز که یعنی در ابتدا دو عدد تخم مرغ داخل یک ظرف اضافه کردیم و و بالایش مواد خشک یعنی پو اضافه کردیم خوب با هم مکس کردیم و شیر اضافه کردیم نمک همچنان به مقدار لازم استفاده کردیم بالای از که شیر اضافه کردیم با تمام مواد خوب مخلوطش کردیم بعد از او آرد اضافه کردیم و مواد به شکل غلیظ آماده کردیم ولی قبل از این با آب لیمو نمک و پودر سیر یک اندازه دو سازی سخته کرده بودیم بعد از اون مواد پکوریش ساختیم تا اون زمان را مکمل مسالاجات و خود ماهی گرفت یعنی تمام مزی خود خوب در ساخته بعد از اون یک مقدار روغن روی کرایی برای روی حرارت می‌گذاریم و روغن نسبتا نبسار داغ باشه نبسار سرد باشه پکورای یا گوشت تخته شده را دو با مواد پکورا زده و داخل روغن اضافه میکنیم و میگذاریم شکل. شکل را که شما می‌بینید به این شکل باید آماده شود زمانی که به شکل آماده شد که یا همی رنگ گرفت دوست عزیز کاملا پکوری ماهی شما آماده است و شما میتونید با هر ساسی که خوش دارین نوش جانش بکنین یا بود یکی از غذاهای فصلی زمستان دوست عزیز که برای شما و معرفی گرفتم خدا کنه خوش شما آماده باشه و لذت پرده باشین از برنامه امروز ما از غذای امروز ما بازم دوست عزیز منتظر پیامای شما هستیم اگر می خواهید که غذاهای خوب را دوست عزیز در برنامه بار شما به با معرفی بگیرم با یا های که تا حال پیش شما دوست عزیز همه تو سر بسته یعنی معلومات ندارین در قسمت ترسایش بر ما پیام بگذارین در فیسبوک برنامه و یا همچنان به شما تلفن 0707 59 59 59 تماس بگیرین و ما در خدمت شما هستیم یا یعنی بود برنامه امروز دوست عزیز که تقدیم شما حزیزا کردیم تا برنامه بعد اوقات خوب خوش داشته باشین خدا نگهدار